سریال روزگارانی در چکوروا قسمت 58. فکری تا صبح خوابش نمیبره و چشم انتظار ایلماز هستش. اون به شدت نگرانه. صبح فکری به کلانتری میره و به فرمانده میگه مطمئن هستش که دمیر در ناپدید شدن ایلماز دست داره. همون لحظه به فرمانده بیسی میزنن و خبر شناسایی یک ماشین تصادفی رو میدن. فکری با شنیدن مشخصات ماشین ایلماز به سرعت به سمت محل حادثه میره. ماشین ایلماز چپ کرده و اون بیهوش و مجروح افتاده. فکری بالای سر ایلماز میره و او رو بغل میکنه و با گریه از اون میخواد که ترکش نکنه. آمبولانس اومده و فوری ایلماز رو به بیمارستان منتقل میکنن. در خونه دمیر سر میز صبحانه هستش. خبررسان دمیر میاد و بهش میگه که ایلماز پیدا شده و تصادف کرده بود. دمیر به زلیخا نگاه میکنه و زلیخا که شوکه شده سعی میکنه خون سرد بشه. دمیر به شرکت میره. جنگاور پیش او اومده و از اینکه دمیر بیخبر از او اقدام به کشتن ایلماز کرده از اون گله میکنه. دمیر میگه او در تصادف ایلماز دخیل نبوده. شرمین به خونه فوسون میره و متوجه میشه که او زمینش رو فروخته تا پول اون رو به ولی بده. شرمین به فوسون میگه ولی کلاهبرداره و به اونها دروغ گفته و او هم همه پولها و جواهراتش رو از دست داده. فوسون جا میخوره و عصبی میشه. اونها تصمیم میگیرن با هم سراغ ولی برن. دمیر برای کارهای اداری باید به شهر دیگه ای بره. زلیخا برای اون چمدون میبنده. او بالای سر گهواره عدنان ایستاده و میگه او روزی بالاخره میفهمه که پدر واقعی اون چه کسی هستش. هونکار که پشت در ایستاده این حرف رو میشنوه و مطمئن میشه که زلیخا داره نقش بازی میکنه و هنوز هم ایلماز رو دوست داره. غفور از اینکه ایلماز در بیمارستان هستش خوشحال شده و به ثانیه میگه که دوست داره خودش کار ایلماز رو تموم کنه. ثانیه از حرف غفور حرصش میگیره. غفور پنهونی به بیمارستان میره و وقتی اتاق ایلماز رو خالی میبینه بالشی برداشته و میخواد اون رو خفه کنه. همون لحظه دکتر به اتاق اون میاد و متوجه میشه و داد و بیداد میکنه. فکری همزمان به اتاق اومده و او و افرادش غفور رو همراه خودشون میبرن و به شدت کتک میزنن. غفور التماس میکنه که او رو رها کنن و میگه سوء تفاهم شده و او کاری نکرده. فکری تصور میکنه دمیر او رو فرستاده تا ایلماز رو بکشه، اما غفور انکار میکنه. فکری غفور رو رها میکنه و به اون میگه گوش دمیر برسونه که این بازی اینجا تموم نمیشه. غفور به خونه میره و همه از دیدن وضعیت اون متعجب میشن. اون به دروغ میگه هنگام کمک کردن به یک پیرزن از دزدها کتک خورده. ثانیه میفهمه که غفور چی کار کرده و در خونه با اون دعوا میکنه. زلیخا پنهونی پیش صباح الدین میره و از اون خواهش میکنه که به اون کمک کنه تا برای آخرین بار هم که شده ایلماز رو ببینه، زیرا میترسه دیگه او رو نبینه و بلایی سر اون بیاد. صباح الدین به اجبار قبول میکنه. شب بعد از شام زلیخا داروهای هونکار رو جابجا کرده و هونکار قرص خواب میخوره. زلیخا از نبود دمیر استفاده میکنه و سریع بیرون میره. سریال روزگارانی در چکوروا قسمت 59. زلیخا سوار ماشین صباح‌الدین میشه و با هم به بیمارستان میرن. او لباس پرستارها رو میپوشه و وارد اتاق ایلماز میشه و با دیدن وضعیت اون گریهش میگیره. او کنار تخت ایلماز نشسته و دست او رو میگیره و از احساسش به اون میگه و از اون میخواد که زودتر خوب بشه. کمی بعد اونها به خونه برمیگردن. صبح روز بعد ایلماز به هوش میاد. فکری از خوشحالی گریه میکنه. او از ایلماز میپرسه که چه اتفاقی براش افتاده. ایلماز میگه دمیر مقصر نبوده و او خودش با سرعت رانندگی میکرده و تصادف کرده.
او میگه زلیخا مقابل او دمیر رو انتخاب کرده و موضوع براش خیلی سنگین بوده. وقتی فکری به خونه میاد با هونکار تماس میگیره. هونکار با عصبانیت جواب او رو میده. فکری میگه او از روی مردانگی تماس گرفته تا به خاطر اون شب معذرت خواهی کنه. سب و هدین پنهانی به زلیخا خبر میده که ایلماز به هوش اومده و حالش خوب هستش. زلیخا به شدت خوشحال میشه و پیش پسرش میره و او رو بغل میکنه. وقتی ایلماز بهتر میشه فکری او رو به کارخونه میبره. همه کارگران با دیدن ایلماز خوشحال میشن و برای اون دعا میکنن. دمیر و جنگاور زمین بزرگی رو میخرن تا در اونجا کارخونه احداث کنن تا بتونن ایلماز رو شکست بدن. افرادی پیش ایلماز میان و میگن کارها خوب پیش میره و با درخواست اون موافقت شده و به زودی در جلسه انتخابات صنایع او رئیس خواهد شد. ایلماز خوشحال شده و به پیشرفت چوکوروا فکر میکنه. شرمین به خونه فوسون میره تا با هم سراغ ولی برن. لحظه آخر برای فوسون مهمون ناخونده میاد و شرمین مجبور میشه به تنهایی بره. ولی با دیدن شرمین شوکه میشه. شرمین با عصبانیت کارهای ولی رو به روی اون میاره و میگه باید پولهای او رو پس بده. ولی میگه که از پول خبری نیستش و اگه او بخواد ادامه بده همه جا خبر رابطه زلیخا و ایلماز رو پخش میکنه و آبروی خانواده اونها رو میبره. شرمین که تا امروز تصور میکرد ایلماز و زلیخا خواهر و برادر بودن با شنیدن این حرف شوکه میشه. هنگامی که ولی به مهمونخانه برمیگرده چند نفر او رو گرفته و به انبار میبرن و حسابی کتکش میزنن. سپس هونکار پیش اون میاد و سراغ گردنبند جواهر زلیخا رو میگیره. ولی ابتدا این کار میکنه اما بعد از کتک خوردن آدرس جواهر فروشی رو میده. هونکار گردنبند رو خریده و به زلیخا پس میده.